به نام خدا و با سلام خدمت شما دوستان عزیزم. ما تو این جلسه قراره راجع به بازه درصدی صحبت کنیم، راجع به مفاهیمش و اینکه بازه درصدی مسائل چطور حل میشه. منتها قبل از اینکه درس رو شروع کنم پیشنهاد میکنم که این فایل PDFی که همراه با این فیلم براتون گذاشته شده حتما دانلود بکنید. دقیقا سوالاتی هست که من میخوام براتون حل بکنم و جای خالی هم برای اینکه شما بتونید اعداد یا اون راه حل رو یادداشت بکنید براتون گذاشتم. با من همراه باشید تا بازه درصدی رو با هم مرور کنیم. خب قبل از اینکه ما راجع به مسائل بازه درصدی صحبت بکنیم، اول اجازه بدید مفهوم بازه رو ما با هم حتما مرور بکنیم و یکسان بکنیم تعریفمون از بازدهی تا بعد بتونیم راجع به مسائلش با هم صحبت بکنیم. متاسفانه دیده شده که تعبیرهای مختلفی از بازدهی وجود داره و کتاب‌های کمک آموزشی مختلف و حتی خود کتاب درسی ما تو این زمینه بعضی موقع‌ها یه اشتباهات کوچیکی داشتن. ببینید، بازدهی به این معناست که فرض کنید ما یک واکنشی داریم، مثلا دو تا آی گازی قرار شده تبدیل بشه به سه تا به گازی. خب اینجا ما با یک واکنش مواجه هستیم. ببینید، ما اگر اینجا دو مول آب مصرف کنیم، انتظار ما این هست که سه مول اینجا به تولید بشه. پس الان سه مول مورد انتظار ما خواهد بود. اما بعضی موقع دیده شده که به جای سه مول مثلا 1.5 مول تولید شده از ماده ب. برای چی این اتفاق میفته؟ ببینید، بسیاری از واکنش ها هستن که وقتی آ میخواد به تبدیل بشه به خاطر حالا عوامل بسیار زیادی، مثلا اینکه واکنش تعادلی باشه، مثلا اینکه واکنش ما استفاده میگیم درجهش بیشتر از 1 باشه، اینکه درجهش بیشتر از 1 باشه، خب الان متوجه نمیشیم یعنی چی، چون بعدا باید احتمالا تو 12 بهتون یاد بدن. وقتی درجه بیشتر از 1 باشه بچه‌ها، واکنش هیچ وقت به اتمام نمیرسه و این از لحاظ علمی اثبات شده است. بنابراین عوامل زیادی داریم برای اینکه کل آ به ب تبدیل نشه. متاسفانه خیلی جاها دیده شده که این رو میگن، میگن اگر این دو آ به ب تبدیل، میگن ب همش مصرف شده اما مثلا محصول جانبی داشتیم، یا مثلا میگن که یه مقداری از ب به ضعف چسبیده ما نمیبینیمش. نه، این اصلا توجیهات درستی نیست، به خصوص کسانی که دارن عنوان میکنن که یه مقداری محصولات جانبی ما داریم. ما این رو توی درصد خروس فراورده میایم بحث میکنیم، نه تو بازدهی. بازدهی یعنی این که قرار بوده دو مول آب مصرفش همش مصرف نشده و دلایل مختلفی هم ممکنه داشته باشه. به هر ترتیب ما بازدهی رو به این شکل تعریف میکنیم، حالا طبق کتاب درسی، که اینجا سه مول مورد انتظار ما بوده اما اینجا داریم میبینیم که 1.5 مول در واقعیت تولید شده. پس میبینیم سه مول مورد انتظار، 1.5 مول در واقعیت. اصطلاحاً ما به این سه مول مورد انتظاری که از راه استوکیومتری معمولا به دست میاریم، این رو من حتما بنویسم که از کجا فهمیم سه مول، چون میدونیم هر دو مول داره سه مول به ما میده، پس بنابراین از راه استوکیومتری میفهمم که سه مول مورد انتظار ماست. ما به این میگیم اصطلاحاً مقدار نظری. پس مقدار نظری اون مقداریه که مورد انتظار ماست و از راه استوکیومتری هم به دست میاد. اما چیزی که در واقعیت به ما رسیده و تولید شده بهش میگیم مقدار عملی. مقداریست که عملاً ما از یک واکنش میتونیم به دست بیاریم. که این رو چطور به دست میاریم؟ معمولاً خود مسئله به ما میده و تو مسائل ما طوری هستش که یا مقدار عملی داده میشه یا بازدهی، یکی از این دوتا حتما داده میشه. اگر بازدهی رو دادن مقدار عملی رو میخوان و اگر مقدار عملی دادن یعنی بازدهی رو میخوان. چون مقدار نظری همیشه از راه استوکیومتری به دست خواهد اومد و این موردی که ما توجه کنیم. بنابراین یک بار دیگه مرور بکنیم، معمولا در یک مسئله که استوکیومتری باشه، اگر دیدیم مقداری از فراورده رو به ما دادن، یه مقدار واکنش دهنده داشته و مقدار از فراورده رو هم دادن، مطمئن باشین که اون مقدار مقدار عملی هست و معمولا با مسئله بازدهی پس مواجه هستیم. بنابراین یک بار دیگه تکرار میکنم، اگر دیدین یه مقدار از واکنش دهنده رو دادن،
مقداری از فرآورده‌ها رو هم دادن، مسئله بازدهی احتمالاً، و اون مقداری که برای فرآورده دادن میشه مقدار عملی. یادمون باشه مقدار نظری چطور بود؟ مقدار نظری با استفاده از استوئیکیومتری از واکنش دهنده میرسیم به مقدار نظری که به دست میاد طبق معمول. چند تا مسئله حالا حل بکنم کاملا متوجه میشید که موضوع از چه قرار هست. فقط قبل از اینکه وارد مسائل بشیم بچه‌ها، بازدهی رو معمولا به سه شکل بیان میکنن که هر سه شکل رو خواهش میکنن که تو ذهنتون باشه. اول که میگن بازدهی یک حالا واکنش 80%، این که داریم. دومی شکل به این صورته که میگن 80% مواد اولیه مصرف شده. این هم مفهوم چیه؟ ما با بازدهی باش برخورد میکنیم. یا این رو به ما بگن که واکنش 80% پیشرفت کرده. این رو هم بازم با مفهوم بازدهی ما میتونیم تطبیق بدیم. بنابراین این سه شکلی که ما برای بازدهی داریم حتما تو ذهنمون باید باشه که به این اشکال بازدهی رو معمولا برای ما بیان خواهند کرد. بریم سراغ این که چند تا مسئله با هم حل کنیم و یاد بگیریم که با مسائل بازدهی چطور باید برخورد بکنیم. تا اینجا متوجه شدیم که کلن ما با بازدهی چطور باید از لحاظ مفهوم برخورد بکنیم، اما محاسبات به چه شکله؟ ببینید، ما دیدیم با هم که در مسائل استوئیکیومتری یک مقداری ما داریم به نام مقدار عملی. مقدار عملی یعنی اون مقداری که در عمل فراورده به ما داده. و خب دیدیم که معمولا تو واکنش ها و تو مسائل به ما مقدارشون میگن. یه مقداری دیدیم به نام مقدار نظری. مقدار نظری باز هم من تأکید میکنم این موضوع رو که از راه استوئیکیومتری به دست خواهد اومد و ما باید محاسبش بکنیم این رو. خب این مقدار عملی رو وقتی ضرب در صد مقدار عملی به نظری رو ضرب در صد بکنیم، ما به این میگیم بازدهی درصدی اصطلاحاً. چند تا نکته داریم بچه‌ها. معمولاً مقدار عملی از مقدار نظری کمتره و اینو حتما باید بدونیم. یعنی درصد ما معمولاً کمتر از 100% خواهد بود. هیچ موقع مقدار عملی از مقدار نظری بیشتر نخواهد شد و این خیلی خیلی نکته مهمیه که باید بدونیم. اما بریم سراغ حل مسائلی که خب احتمالا دیگه دانلود کردید و جلویتون هست. بریم سراغ سوال اول. سوال اول میگه اگر از واکنش 13 گرم گرد فلزی روی با محلول هیدروکلوریک اسید 0.3 گرم گاز هیدروژن آزاد شود، بازده درصد این واکنش کدام است؟ ما وقتی بازدهی رو میخواییم فرمولشو داریم دیگه، میشه مقدار عملی به نظری ضرب درصد. خب الان مقدار عملی به ما داده شده یا نه؟ ما از کجا فهمیم چه مقداری مقدار عملیه؟ از اون جهت که یه مقدار از فراورده رو اگه به ما دادن، هم واکنش دهنده داریم 13 گرم فلز روی، هم فراورده رو داریم. پس اون مقدار فراورده که به ما دادن حتما مقدار عملی خواهد بود. پس مقدار عملی که شد 3 دهم. اما مقدار نظری شدی به دست بیارم با استفاده از استوئیکیومتری. ما بلدیم که 13 گرم گرد فلز روی رو به دست بیاریم که اگر همش بخواد تجزیه بشه و همش بخواد تو واکنش شرکت بکنه چه مقدار به ما هیدروژن خواهد داد. بنابراین برای اینکه من سوال یک رو حل بکنم، مقدار عملی من اینجا بنویسم، پس مقدار عملی برای ما شد 0.3 گرم. و حالا من مقدار نظری رو به دست میارم به این شکل که ببینم 13 گرم فلز روی معادل با چند گرم هیدروژنه و چقدر هیدروژن آزاد خواهد کرد. مقداری که به دست میاریم مطمئنا مقدار خب نظری خواهد. نکته بعدی که من از کجا باید بفهمم که مقدار نظری رو بر اساس چه بادی به دست بیارم؟ مثلا اینجا گرمه، بعضی جاها لیتره. از کجا باید بفهمم؟ خیلی راحت. مقدار عملی ما بر حسب چیه؟ بر حسب گرم هست. پس مطمئنا من مقدار نظری رو هم بر اساس گرم باید به دست بیارم و این راهنمای کلی اساسی بفهمیم که مقدار نظری چطوری به دست بیاریم. خب بریم سراغ این که ببینیم 13 گرم روی چقدر هیدروژن به ما خواهد داد. طبق معمول عمل می‌کنیم دیگه، بلدیم 13 گرم روی داریم. روی میخواد به هیدروژن تبدیل شه، پس با مول ارتباط دارن. اول به مول تبدیل میکنم، هر 65 گرم Zn معادل با 1 مول Zn خواهد بود. خب
هر یک مول Zn با چقدر هیدروژن ارتباط داره من باید واکنش رو داشته باشم. اجازه بدید من واکنش این بالا واسهتون بنویسم که Zn به اضافه 2 تا HCl داده به ما ZnCl رو به اضافه H2. ببینید الان Zn و H2 چه ارتباطی دارن؟ هر یک مول Zn یک مول H2 به ما خواهد داد. پس هر یک مول Zn معادل با یک مول H2 است. و حالا هیدروژن به گرم باید تبدیل بشه. من میدونم که هر یک مول هیدروژن چند گرمه بچه ها؟ خب خود مسئله اشاره کرده هاش یکه، پس ببینید چون دو تا هاش هم داریم میشه 2 گرم هاش 2. خب الان اینجا گرم زدن با گرم زدن، مول با مول، مول هاش 2 با مول هاش 2، 13 هم با 5 ساد 65 ساد میشه 5 مرتبه. حاصل برای ما شده 2/5 گرم هاش 2. خب 2/5 من برای که حساب بکنم صورت مخصوص ضرب 2 اگر بکنم میشه 4 تقسیم بر 10 که میشه 0.4 گرم H2. مقداری که به دست میاد میشه مقدار نظری تولید هیدروژن. و اگر بازه بخوایم حساب بکنیم بودش مقدار عملی به مقدار نظری ضرب در صد. مقدار عملی ما 0.3، مقدار نظری 0.4 ضرب در صد که خب حاصل میشه 75% و ما بازه رو به راحتی تونستیم به دست بیاریم. که حالا گزینه‌ای بخوایم بررسی کنیم گزینه 2 خواهد بود. من خب نمیخوام تست حل بکنم اینجا، فقط نمونه سوال است که ما جواب آخر رو حتما توش داشته باشیم. روش تستی برای اینکه ما بازه‌ای رو حل کنیم خب خیلی ساده تر از این حرفاست، فوق العاده سریع‌تر ما میتونیم حل کنیم مسائل بازه‌ای رو. اما چیزی که هست اینه که ما فعلا داریم تمرین تشریحی میکنیم چون امتحانات ما احتمالاً تشریحی خواهد. بریم سراغ سوال 2. میگه اگر بازده درصدی واکنش 85 گرم سیلیسیوم تتراکلورید با فلز منیزیم برابر 90 درصد باشد، در این صورت چند گرم سیلیسیوم به دست می آید؟ وقتی میگه مقدار فرآورده من چقدره، منظورش مقدار چیه بچه ها؟ عملیه. این رو یادتون باشه. بازده رو داده، وقتی میگه چقدر فرآورده داریم مقدار عملی رو از ما میخواد. بنابراین برای سوال دو اول اجازه بدید واکنش رو بنویسم تا یادمون نرفته. منیزیم داریم و سیلیسیوم تتراکلورید، حاصل میشه Si به اضافه 2 تا MgCl2. بسیار خوب بچه ها، مقدار عملی رو میخواد، مقدار نظری که باید به دست بیارم و بازدهی رو هم داریم. بسیار خوب، من شروع میکنم از این که از مقدار 85 گرم سیلیسیوم تتراکلورید برم و مقدار نظری رو به دست بیارم. پس من الان قصدم اینه که بفهمم 85 گرم SiCl4 معادل با تولید چند گرم سیلیسیوم خواهد بود. برای چی من به گرم سیلیسیوم دارم میرسم؟ چون ببینید خود مسئله گفته چند گرم سیلیسیوم به دست میاد، یعنی مقدار عملی بر حسب چیه؟ گرم هست. پس من هم میرم سراغ این که برسه گرم به دستش بیارم. خب شروع بکنیم. 85 گرم SiCl4 داریم، مطمئنم باید به مول تبدیل کنیم. SiCl4 چی میشه؟ Si28 و اینجا 4 تا هم 35.5 میشه 2 تا 71، 142 با 28 میشه 170. خب 170 گرم SiCl4 رو داریم، یک مول SiCl4 خواهد بود. خب SiCl4 و Si هر یک مول یک مول ضریب جفتشون یکه، پس ببین هر یک مول SiCl4 معادل با یک مول Si هست. و حالا این ساقه گرمش، هر یک مول Si معادل با 28 گرم Si خواهد بود. گرم SiCl4 با گرمش، مولش با مول، مول Si با مول Si، 85 و 170 با هم ساده خواهند شد، میشه 2 تا 2 و 28 هم که میشه 14. بنابراین ما مقداری که داریم به دست میاریم مقدار نظری هست، شده 14 گرم Si. اما ما مقدار عملی رو باید محاسبه کنیم. مسئله مقدار عملی رو از ما میخواد. بذاریم تو فرمول بازدهی. بازدهی بود 90، مقدار عملی میخوام به دست بریم، مقدار نظری 14 ضرب در 100. پس مقدار عملی اگه میخوام به دست بریم یه صفر رو بذارید با این صفر بزنم،
حاصل میشه 14 ضرب در 9 تقسیم بر 10. خب 14 ضرب در 9 رو که یه میتونیم به راحتی حساب بکنیم و میدونیم چقدر هست. الان 14 ضرب در 9 126 هست تقسیم بر 10 که میشه 12.6. و ما گزینه ای بخوایم بررسی کنیم، گزینه یک رو میتونیم الان به عنوان گزینه تاییدیه کارمون داشته باشیم. بریم سراغ سوال 3. میگه در تصویه هوای سفینه‌های فضایی به ازای مصرف 460 گرم لیتیوم پروکسید با بازه 90% چند لیتر گاز اکسیژن در شرایط استپی آزاد می‌شود. خب این واکنش رو بچه‌ها تا حالا شاید شما ندیدید، اجازه بدید من سریع براتون بنویسم واکنش رو تا بتونیم درست مسئله رو حل بکنیم. و اگر می‌خوایم حل کنیم پس این کارو بکنیم که من واکنش رو بنویسم، شما دکمه پاز رو بزنید ببینید خودتون می‌تونید مسئله حل کنید یا نه، و بعد با هم چک می‌کنیم که آیا این درست انجام شده یا خیر. ما لیتیوم پروکسید داریم. لیتیوم پروکسید بچه‌ها فرمولش Li2O2 است. گاز CO2 رو وقتی مصرف می‌کنه حاصل میشه Li2CO3 به اضافه گاز O2، اکسیژن آزاد میشه اینجا. خب ما برای موازنه ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. Li2 داریم دو تا، کربن یه دونه داریم، اینجا 4 تا اکسیژن داریم، اینجا 5 تا. پس این باید یه 1/2 بگیره. برای من همه رو تو 2 ضرب میکنم اینجا و دیگه الان برای ما موازنه هست. این الان واکنشی که ما برای این سوال داریم. و حالا میگه به ازای مصرف 460 گرم لیتیوم پروکسید، پس این 460 گرمه، با بازه 90% چند لیتر گاز اکسیژن در شرایط STP میگه داره آزاد میشه. بنابراین وقتی میگه چند لیتر داره آزاد میشه، فراوردار از ما میخواد و بازدهی هم داده، پس مقدار عملی رو میخواد. ما باید اینجا بریم مقدار نظری رو با استفاده از 460 گرم لیتیوم پروکسید به دست بیاریم. بنابراین من بنویسم اینجا که مقدار عملی رو از ما میخواد، میگه چند گرمه، چند عضو میخوام لیتر در شرط STP هست، چند لیتر گاز هم هست در شرط STP، کدوم گاز؟ گاز اکسیژن هست. بنابراین بچه ما مقدار نظری رو بر اساس چه واحدی باید به دست بیاریم؟ خب اینجا چون لیتر گاز هست پس ما اینجا باید لیتر رو به دست بیاریم، حواسمون هست. نتیجه این که ما طبق این حالا واکنش باید بفهمیم که 460 گرم لیتیوم پروکسید معادل با چند لیتر گاز اکسیژن در شرط STP هست و این رو حتما باید بتونیم به دستش بیاریم. خب ما برای مقدار نظری پس از 460 گرم لیتیوم پروکسید باید بپریم به سمت لیتر O2 در شرط STP و ما میدونیم این دوتا ماده به صورت مول با هم ارتباط دارن. شروع میکنم از 460 گرم Li2O2 شروع خواهم کرد، بعد به مول تبدیلش کنم. بچه ها Li2O2 دو تا الان اینجا اکسیژن داریم، دو تا 16 تا میشه 32 تا، با 14 میشه 46. پس من 46 به ازای هر 46 گرم Li2O2 معادل با 1 مول Li2O2 خواهد. ربطش بدیم به اکسیژن، واکنش ببینیم، دو تا Li2O2 میشه یه دونه اکسیژن، پس بنابراین هر 2 مول Li2O2 معادل با 1 مول O2 خواهد بود. و حالا باید به لیتر O2 برسیم، حواسمون هست ها. هر 1 مول O2 در شرط استپی بچه چقدر هست داره؟ 22.4 لیتر O2 خواهد بود. خب اجازه بدید ببینیم چی کار میتونیم کنیم برای ساده کرده. خب 460 و 46 که هم ساده میشه، میشه 10 تا. این 2 رو هم میتونیم با 22.4 میشه 11.2 و مون یه 10 تا 11.2. خب اینا که همه با هم ساده میشن، این که ما مشکلی باشون نداریم. حاصل میشه 112 لیتر O2. این مقدار مقدار چیست؟ مقدار نظری برای ما خواهد. اما ما میخواییم مقدار عملی رو حساب کنیم که چقدره. بازدهیمونم 90%. بسیار خوب، بازدهی 90%. مقدار عملی رو میخواییم، مقدار نظری 112 لیتر به دست بودیم، ضرب در 100. خب ببینیم چه خواهد شد اینجا.
اینجا بریم سراغ این موضوع که این دوتا رو ساده بکنیم. x برای ما میشه 112 ضرب در 9 تقسیم بر 10. خب 9 تا 112 تا ببینید یه 900 داریم، با یه 90 با یه 18 حاصل میشه 1008 تقسیم بر 10 میشه 100 ممیز 8 لیتر O2 که این مقدار میشه برای ما مقدار دیگه عملی. پس میبینید مسائل ما خیلی راحت داریم حل میکنیم و در مسائل بازدهی مقدار عملی رو باید حالا ما ببینیم داده به ما مسئله یا اینکه از ما میخواد. اگر مقدار عملی رو بخواد مطمئنا بازدهی رو به ما داده، اما مقدار نظری رو با استفاده از استوکیومتری که بلدیم باید حل بکنیم و یادمون باید باشه که واحدی که ما برای مقدار نظری میخوایم به دست بیاریم با استفاده از مقدار، یعنی واحد مقدار عملی باید تنظیم بشه. و خب میبینیم که اگر این نکات رو رعایت بکنیم مسائل مقدار بازه نظری خب خیلی خیلی بازه درصدی عضو میخوام خیلی خیلی راحت داره حل میشه. از بدید من تخته رو پاک بکنم، ادامه مسئله با هم خواهیم داشت. سراغ سوال چهارم میریم. میگه اگر مقداری آلومینیوم سولفات به میزان 80% در سامانه باز تجزیه شود و جرم جامد باقی مانده در سامانه 10 گرم باشد، تقریبا چند گرم آلومینیوم سولفات تجزیه شده است؟ بچه وقتی میگه که مقداری آلومینیوم به میزان 80% تجزیه شده یعنی چی؟ یعنی ما مثل بازدهی داریم با این برخورد کنیم، یعنی انگار به ما داره میگه که بازدهی این کار 80% بوده. من اول واکنش رو براتون بنویسم که ببینیم که آلومینیوم سولفات به چه شکل داره تجزیه میشه. آلومینیوم سولفات Al2SO4 خب میدونیم سه مرتبه است که جامده، وقتی تجزیه میشه میشه Al2O3 جامد به اضافه 3 تا SO3 گازی. خب ما این رو داریم، یه مقداری بوده مثلا اینو بگیریم آگرم بوده 80% اومده بیرون و به ما میگه که جرم جامد باقی مانده 10 گرمه. یه مقدار جامد اینجا داریم یه مقدار جامد، میگه رو هم دیگه اینا شدن 10 گرم. میگه چند گرم آلومینیوم سولفات تجزیه شده، یعنی مقدار آ چقدر اینجا بوده. بسیار خب، ما چطور میتونیم مسئله رو حل بکنیم؟ یادتون هست جلسه قبل یک مسئله شبیه این ما داشتیم، گفتیم اونجایی که ما با مجموعه جامدها مواجه هستیم باید بدونیم این مطلب رو که از قانون بقایاجن به راحتی میشه استفاده کرد. یادتونه تو درس خصوصی مسئلهاتون حل کردم که کلسیم کربنات بود که یه درس خصوصی داشت به 3O3O2 تبدیل شده بود، اینم دقیقاً از همین روش میخوایم استفاده کنیم. یعنی میخوایم بگیم که الان اینجا هر چقدر که مقدار حالا واکنش دهنده های ما باشه و آگرمه، فراورده های ما مجموعش باید چی باشه؟ خب آگرم باشه. خب فراورده های ما Al2O3SO3 است. خب یه مقداریم Al2SO4 اینجا تجزیه نشده باقی مونده که 20% هست. خب یه مقدار ببینید کار ما سخت میشه، یعنی مجموعه جامدی که باقی مونده یه 20% از Al2SO4 داریم، یه مقداری هم Al2O3 طوری شده رو هم دیگه میگه که خب 10 گرمه. اما ما میتونیم از این ترفند بودم جلسه قبل استفاده کنیم، یعنی این که اگر این مقدارش آ باشه و مقدار جامدی که باقی مونده 10 گرم باشه، بچه ما میتونیم مقدار SO3 رو به راحتی به دست بیاریم با استفاده از قانون بقای جرم. خب اگر ما اینجا آگرم داشتیم SO3 ما هم اینجا میشه آی منهای 10 گرم مطمئنن. بنابراین ما وقتی میخواییم بازدهی رو به دست بیاریم مقدار عملی رو با چی به دست میاریم؟ خود آمنهای 10 مقدار عملی ما هست. مقدار نظری چی؟ با استفاده از این آب به دست میاد که با استفاده از آب ببینیم که در عمل چقدر باید SO3 به دست می اومد که بشه مقدار نظری. مقدار اولی مونم که خود مسئله گفته آمنهای 10 گرم هست. چرا آمنهای 10 گرم؟ چون 10 گرم مقدار جامد باقی مونده است. خب از مقدار اولیه آ کم بکنیم مقدار گازی که رفته بیرون داره به راحتی به دست میاد. پس بنابراین یادداشت میکنم مقدار عملی من الان آمنهای 10 گرمه. مقدار نظری رو من میخوام به دست بیارم که چند گرم خواهد بود. از کجا بفهمم که بس گرم باید باشه؟ چون همه چیز بس به گرم توی این مسئله گفته شده.
و میدونم که مقدار بازیمونم که 80% خواهد بود. اجازه بدید پس من شروع کنم از آگرم برسم به اینکه چقدر اسوسه باید به دست می اومده. من آگرم AL2 SO4 دارم 3 مرتبه ضرب در. خب AL2 SO4 3 مرتبه رو اگر من حساب بکنم، ببینید AL دو تا داریم، دو تا 27 میشه 54 تا، SO4 هم که خودش 96 هست، میدونیم 3 تا 96 تا، یعنی من با 3 تا 96 باید جمعش بکنم. حالا میتونستیم 3 ضرب 96 رو حساب بکنیم و کارهای مختلف. الان خب این دوتا رو هم دیگه میشه 150، این دوتا ظاهرم میشه 192 و وقتی با هم جمع کنیم میشه 242. پس به ازای هر عوض میخوام 342، چون 15 میشه 342 گرم AL2SO4 3 مرتبه معادل با 1 مول از این هست، AL2SO4 3 مرتبه خواهد. خب رابطه بین مول AL2SO4 و اینجا خب مول SO3 که هر 1 مول AL2SO4 3 مرتبه معادل با 3 مول SO3 هست و من میدونم که هر 1 مول SO3 میخوام به گرم تبدیلش کنیم دیگه، SO3 رو نگاه کنید، یه 32 داریم با 48، حاصل این میشه 80 گرم. پس 80 گرم من SO3 خواهم داشت. بنابراین مقداری که میخوام به دست بیارم مقدار چیه بچه ها؟ مقدار دقیقا نظری برای ما خواهد بود، چون از استوکیومتر به دست بودم. خب این گرم که با این گرم ساده میشه، اینجا به همین ترتیب، این مول هم با این مول. ببینیم که ساده تر از این آیا میتونیم ما انجام بدیم اینو یا نه. خب 3 با 342 قاعدتا ساده میشه، 300 با 3 که میشه 100 تا، 42 هم تقسیم بر 3 ما میدونیم که خب این 14 خواهد شد، چون 3 تا 14 تا میدونیم 42 تاست، پس این 114 هست و اینجا 80 هم داریم. بذارید همینجوری اصلا نگرش داریم برش کنیم، این میشه 80، یه آ هم که این اول داشتیم 80 آ بروی 114، این 80 آ بروی 114 شد مقدار دقیقا نظری ما، این مقدار نظری رو داره. خب الان دیگه مقدار نظری که به دست اومد بر اساس آ، مقدار عملی هم که بر اساس آ داریم دیگه تو فرمول بازدهی میذاریم، بازدهی 80%ه، 80% پس میشه مقدار عملی آ منهای 10، مقدار نظری 80 آ به روی 114، یه ضرب در 100 هم اینجا ما خواهیم داشت. خب برای محاسبه این اجازه بدید یه صفر این رو با این صفر بزنم، این صفر 100 هم با این 80، حاصل الان شد 64 آ به روی 114 شده آ منهای 10. خب 64 آ به روی 14 خب حاصلش میشه 56 14 دیگه، این صفر ممایز 56 14 آ شده آ منهای 10. خب من اینو میبرم اون بر، 10 هم این بر میارم، برم اون بر میشه صفر ممایز ظاهرن باید بشه 43 شده 6، الان 43 شده 6 آ برابر با 10 و مقدار اولیه که آ بود میشه 10 تقسیم بر صفر ممایز 43 86 که این حدوداً باید بشه 22.79، یعنی مقدار آی اولیمه 22.79 بوده که ببینیم تو گزینه ها چه خبره. گزینه ها آره، الان گزینه یک خب تقریب خودش گفته تقریبا چند گرم دیگه، گزینه یک رو میتونیم به عنوان گزینه تقریبی الان اینجا استفاده بکنیم. و میریم سراغ مسئله آخر. میگه اگر گاز CO2 حاصل از سوزاندن 5.2 گرم اتین در محلول کلسیم اکسید کافی وارد شود چند گرم کلسیم کمونات به دست میاد؟ من واکنش رو بنویسم. ببینید انگار ما اتین رو سوزوندیم. اتین خب بعدا انشالله توی یه مقدار جلوتر میخونیم میشه C2H2، به اضافه O2 شده CO2H2O. اول موازنش بکنم، اینجا دو تا کربن داریم، هیدروژن دو تا، اکسیژن دو تا میشه 4 با یک 5 تا، پس این باید 5 دوم باشه، من 5 رو میذارم اینا رو تو 2 ضرب میکنم
چک بکنیم، دو تا 4 تا کربن، 4 تا کربن، هیدروژن 4 تا 4 تا، اکسیژن 2 5 تا 10 تا، 2 4 تا 8 تا 10، با 2 تا میشه 10 تا. درسته، میگه که این CO2 تولید شده حالا رفته توی واکنش دیگه، که CO2 اومده با کلسیم اکسید واکنش شده و شده CaCO3 که این موازنه هست خوشبختانه. میگه که این CO2 رو که از 52 دماگرم اتیم به دست اومده مقدارشو بردن کجا؟ توی واکنش دیگه. میگن اگر بازدهی 90% باشه چند گرم کلسیم کربنات در عمل به دست، یعنی مقدار عملی کلسیم کربنات رو از ما میخوان. خب یه راه اینه که ما بیایم و یه مقداری از CO2 رو به دست بیاریم، یه مسئله، بعد بیایم چیکار بکنیم؟ مقداری که به دست اومده از CO2 بیاریم تو اینجا. منتها خب این کار یه مقدار طولانی میشه برامون دیگه. برای اینکه به مشکل بر نخوریم بچه‌ها، این جور مسائلی که محصول یک واکنش رو میبرن توی واکنش دیگه میذارن، یه تجربه رو بهتون بگم. و اون اینکه ما میتونیم یک کاری بکنیم خیلی سریع‌تر بشه. چیکار بکنیم؟ ببینید این ماده که تولید شده اینجا و بعد بلافاصله در واکنش بعدی مصرف شده رو اصطلاحاً ما بهش میگیم ماده واسطه. از این به بعد ما باید کاری بکنیم که ماده واسطه کاملا از بین بره. چطوری؟ من این دوتا واکنش رو میخوام با هم جمع بکنم. ما این عبارتهای جبری میتونیم دقیقاً واکنش رو با هم جمع کنیم. عبارت جبری چی به من میگه؟ مثلا ما داریم A مساوی با B، X هم مساوی با Y. ما میتونیم بگیم A به اضافه X برابر با Y به اضافه B. این همین رو ما میتونیم توی خلاصه واکنش شیمیایی داشته باشیم. من چیکار میکنم؟ من برای این که وقتی با هم جمع کنم CO2 ها از بین برن، این همین میمونه که مثلا اینکه 4X در اینجا باید 4X باشه که با هم ساده بشن. من کل این واکنش رو در 4 ضرب میکنم که وقتی این دوتا واکنش با هم جمع شد ببین 4 تا CO2 این عبارت جبری با 4 تا CO2 با هم ساده بشن. خب الان این دوتا واکنش رو با هم جمع کنیم، واکنش دهنده رو با هم جمع کنم، فراورده ها رو با جمع با هم میشه 2 تا 3 2 8 رو به اضافه 5 تا O2 به اضافه 4 تا CaO. CO2 ها که با هم کاملا ساده شده. این بر به ما چی داده؟ 4 تا CaCO3 به اضافه 2 تا H2O. البته لازم نبود حالا O2 و CaO اینا رو بنویسم. ما از CO2 H2O می‌خوایم برسیم به CaCO3 دیگه. فقط همین دو تا رو میآوردیم پایین کافی بود. ولی می‌خواستم بدونیم که ما چیکار کردیم اینجا. خب الان مقدار عملی این واکنش، این فراورده رو از ما میخواد تو این واکنش و 52 دهم هم بوده. بنابراین مقدار عملی که میخواد بر حسب گرم هم هست، گفته چند گرم کلسیم کربنات. پس من میام میبینم که 52 دهم گرم اتین معادل با تولید چند گرم CaCO3 بوده و مقدار نظریش رو به دست بیارم. خب شروع میکنم. 52 دهم گرم CaCO2H2 رو دارم، به مول تبدیل میکنم. هر یک مول CaCO2 یک مول رو باید بالا بنویسم دیگه. هر یک مول CaCO2H2 ماده با چند گرمه؟ دو تا اینجا کربن داریم، دو تا 12 میشه 24، 25 و 26. پس این 26 گرم CaCO2H2 خواهد بود. طبق واکنش رابطه به چه شکله؟ دو مول CaCO2H2 معادل با 4 مول CaCO3 هست و من میدونم که هر یک مول CaCO3 اگر حساب بکنیم میشه 100 گرم CaCO3. مطمئنا مقداری که به دست میاد مقدار نظری تولید CaCO3 خواهد بود. این با این ساده میشه، مول با مول اینجا به همین ترتیب. من اینکه بتونم حساب کنم اجازه بدید من 52 دهم بنویسم. 52 دهم 52 با 26 ساده بشه میشه 2 تا. این 10 هم میتونم با این 0100 ساده بکنم. 2 با 2 ساده میشه. چیزی که الان برای ما مونده 4 ضرب در 10 فقط. پس میشه 40 گرم CaCO3. 40 گرم مقدار چی بچه‌ها؟ مقدار نظری. اما میگه مقدار عملی چقدره برای ما؟ میذاریم توی عبارت مربوط به بازدهی. بازدهی 90% هست، پس بنابراین من می‌نویسم 90 برابر شد و مقدار عملی می‌خوام به دست بیارم تقسیم بر مقدار عملی x نظری 40 ضرب در 100. یه صفر این با این صفر بره، صفر بعدی با 90،
x میشه 4 9 تا 4 9 تا میشه 36 گرم. پس بنابراین ما در عمل 36 گرم سه به دست خواهیم آورد. بنابراین این تیپ مسائل که خیلی داره الان استفاده میشه به خصوص حالا در مسائل تستی خیلی سریع‌تر پس میتونیم حلش بکنیم. پس یادتون باشه که اگر محصول یک واکنش شد واکنش دهنده برای یکی دیگه میتونیم از این طرف ما استفاده بکنیم. خب امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشیم. ما خب 4-5 تا مسئله بیشتر با هم حل نکردیم، اما این برمیگرده که شما چقدر تمرین بکنید و تمرین داشته باشید. امیدوارم موفق باشید و شما به خودتون بسپارید.